دوستان خوبم سلام من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین و واقعا شما برای حمایت از من اگر که واقعا علاقه بودین ازتون خواهش میکنم که ویدیوهای منو لایک کنین بچه لایک بسیار مهمه اگه دوست داشتین در واقع ویدیو منو هم ساب کنین هم لطفا لایک کنین لایک شما از این جد مهمه که چون ویدیوها بیشتر تو اکسپلور میره بیشتر دیده میشه بیشتر ساب میشیم زودتر صد هزار میشیم حالا چه خبره آقای علیرضا تلیس چی گویا این همه به حال انتقاداتی که از کنسرت های لایو ایشون شده رو بر ویدیو گرفته و راجع به مسائل صحبت کرده بریم ببینیم که اوضاع چطوره بریم. سوال آخر و حرف آخر که دیگه واقعا اینو خدایش خودت باش چه کلکی زدی کارت سکه شد جان من چه کلکی زدم کارم سکه شد کلک کلمه قشنگی نیست تا فقط نمکی من خیلی زحمت کشیدم همین <تصح <marine> <تصح <net> <ain> من روزایی رو گذروندم که مجبور شدم این علم رو یاد بگیرم از همه جنبه های قضیه من پول نداشتم شعر بخرم شاعر شدم پول نداشتم ملودی بخرم ملودی ساز شدم پول نداشتم تنظیم کننده بدم تنظیم کننده شدم آفری من کل این پروژه رو با زحمت فراون رسوندم به اینجا نه من مطمئنن همه همکاران من کم زحمت نکشیدن برای کارشون اغلب به همین ترتیب هست اغلب در کشور ما واقعا از کف کار خودشونو به اوج رسوندن اغلب ولی نه همه مثال داریم که حالا فعلا جای صحبتش نیست اما بریم. خب به این راحتی هم نیستش این, این, روزا نگاه میکنم میبینم که یه شروع شد پیجی مثلا خیلی راحت روی پیجش مینویسه که حالا اشاره به کسی نمیکنم حتی خودم رو هم نمیگم ولی بله. میبینم که خیلی راحت دیس میکنن صدای خواننده ها رو روی استیج خواننده یعنی هایی که خواننده هایی که واقعا میتونم بهت بگم زحمت نه. نقادی از این آدم ها انتقاد از این آدم ها فقط یک کلاس آموزشی لازم داره بحب. چه برسه بخوای خود این آدم ها رو شما به باد انتقاد بگیری این آدم ها... خب آقای تلیسچی اول اون صحبت که شما اون ابتدا کردی و من متوجه این موضوع نشدم از این جهت که این پیوند این موضوع رو به هم این که شما حالا میگی که من مثلا بی پولینا بودم و خب خیلی زحمت کشتم به اینجا رسیدم ارتباطی به موضوع فالشی داره یعنی شما میخوای اینجوری بندی کنی که اونی که خیلی زحمت کشیده و در واقع از صفر شروع کرده هیچ پول نداشته تراش خوش شفته. این حق داره که مثلا فایلش بخونه و اون کسی که پول داره اون حق نداره این از ابتدای کار دوم این که یه تخصصی میخواد نقادی از اون فرد خودش موضوع مجزه ای اینم نگرفتم این کلاس آموزشی کلاس آموزشی بخواد چه برسه بخوای خود این آدم ها رو شما به باد انتقاد بگیری این آدم ها از زحمت کشیدن شاید شفت که من اصلا ده سالم بوده و تو این موسیقی بودن و روزهایی رو از سر گذروندن و پله هایی رو موفق به صعود شدن که واقعا خیلی فراتر از یک پیج اینستاگرامی با چارتا فالووره البته به طور کل بچه من خودم به طور کل پایبند به موضوع احترام به پیشکسوت هستم اما الان اصلا موضوع آیا اینه یعنی اینکه شما مثال ویدیو داریوش رو با هم دیشب بررسی کردیم داریوش فالش میخونه ما باید بگیم به احترام اینکه ایشون مثلا 50 ساله داره میخونه ما بگیم که درست میخونه ها یا ابی فالش میخونه بعد از پنجاه سال ما به احترام اینکه ایشون مثلا لجند پنجاه ساله یه بالاخره همه باش خواهد پا بگید درست میخونه یعنی به سن و ساله یا مثلا منی که حالا جوون ترم از ابی ای حق اینو ندارم که مثلا انتقاد کنم از خوندن اشتباه ایشون یعنی سن و سال دخیله تو هر چیزی یعنی تو هر چیزی ها. یعنی الان منتقد سینما حق اینو نداره اگه مثلا سی سالش باشه حق نداره که از یه کارگردان هفتاد ساله نقد کنه بگی مثلا اونجا کارت فلان بود اینو داره آقای تلیسچی تقریبا میگه و تو این موسیقی چه بوده گربه ای و روزهایی رو از سر گذروندن و پله هایی رو موفق به صعود شدن ببین اول ما موضوع با فاینال کنیم آقای تلیزشی با هم یه بار با این ما داریم به اینکه شما تو کنسرتات فالشی داریم صحبت میکنی یعنی شما تو کنسرت فالشیداری فالشی داری ما داریم صحبت میکنیم و یا برخی آرتیست های دیگه چون مسئله دیگه ای که ما با هم مشکلی که نداریم دیگه حتی من یه کابشن بکرت هم کابویی پوشیدم که مشکلی باشه و کابوی کار رو برات در بیارم خیلی فراتر از یک پیج اینستاگرامی با چارتا تا متوجه این؟ اصلا یک زمانی باید دنیای مجازی رو بذاریم کنار و واقعیت رو ببینیم مطمئنا با چهار تا حرف این که فلانی رو استیج اینجوری شد اونجوری شد آقا رو استیج خیلی اتفاقات میفته بیا ببینم وسط سه هزار نفر آدم یه دونه گوشی بهت بدم بذار تو گوشت اصلا آره نه اصلا اصلا صد نفر آدم برگردن همینجوری یهو بهت نگاه کنم میام دست تو گم یعنی الان شما داری میگی که به واسطه ای اینکه من سه هزار نفر آدم جلو من حالا یه صد نفر فلان من به هم دست و پامو گم میکنم بعد من ممکنه که فالش بخونم اینو داری میگی شما اگه هنوز به این درجه چه چیز عجیبی هو اگه شما به این درجه هنوز نرسیدی که جمعیت میبینی دست و پاتو گم میکنی یا فالش میخونی یا میگی استج روش چه خبره من ممکنه هول کنم قاطی پاتی بکنم شما اگه تو این لول هنوز نرسیدی برای چی کنسرت میذاری اینو گفت یه چیز خفنی نگفت وسط سه هزار نفر آدم یه دونه گوشی بهت بدم بذار تو گوشت و کارت اینه دیگه یه آره میکروفون <تصفح> اصلا صد نفر آدم برمیگردن همینجوری یهو بهت نگاه کنم میرم دستپاتو گم نمی‌کنی آره یا مثلا با اون شرایط ببین ما توی کنسرت های, های کنسرت ما به غیر از میلاد نمایشگاه بقیه سالن ها سالن های همایشن اصلا مختص کنسرت نیستن شما یه بمگی مثلا به قشنگ سه ثانیه بعد تو سقف شنیده میشه این اینقدر طی میکنه تا بره بالا بپیچه صدا برداری تو این سالن کار سختیه بعد خوب. سه هزار نفر وقتی دارن جیغ میزنن دست میزنن از روی محبت هم. بله. خوب. تو ببینم اصلا صدا به صدا میرسه بتونی درست بخونی چه برسه خالصا. به اینکه تو بخوای رو ریتم بخونی رو... آقا الان آقای تلیسچی حرفای عجیب غریبی نمیزنه که بدتر شد که اینکه بدتر شد ببین چی میگه از روی محبت هم. بله. خب. تو ببینم اصلا صدا به صدا میرسه بتونی درست بخونی چه برسه به اینکه این تو بخوای رو ریتم بخونی رو مستم. خب آقا تلیس اینجوری باشه الان شما الان من نمیدونم به نقد به سالن میگیری به یعنی شما الان خواننده اگه فالش میخونه ارتباطی به سالن داره به نظر شما الان موضوع اگه که نقد به سالونه بله سالونه ما سالونه خوبی نیستن صدا برداری توش بده چه ربطه شما یه مانیتورینگ داری تو گوشت صدای خودتو میشنوی جمعیت هر چقدر جیغ بزنن با صدای خودتو میشنوی میتونی به صدا برداری بیدار داشت بیشتر کن ها که, ب... که شما که تنها کسی نیستی که کنسرت میذاری چرا آقای بهنانبانی تو اون سالون که همم هم جیغ میزنن درست میخونی یه بار اخوی پرسیدین و چرا که همه چی معنی نداره چه جوری تو رو بفهمیدم بابا من رو شجریان که تو همون سالن با صدا برداری بد که ملت دارن جیغ می‌زنن چرا دار روز درست درس می‌خونن چرا آقای کیا رو با هم بررسی کردیم خوب بودن آقای حامی اینا چرا اونا چرا خوب میخونن به شما میرسه صدا سالن یهو خراب میشه رو سر حرفای عجیب و غریبی شما بگو آقا اصلا یه بهونه هایی میاری که الان اگه به جیغ جمعیت باشه شما برو کنسرت های متالیکا رو ببین برو کنسرت های بیلی آیلیش رو ببین جیغ جمعیت اصلا مگه به جیغ جمعیت شما یه دونه خودت که داری میگی <applause> میگی گوشی تو گوشمه بله شما ایر مانیتور اینو صدای خودت میشنوی هر چقدر هم ملت بزنن باز میشنوی نمیشنوی شما بیا ب... بگو داداش بلومو بیشتر کن بس آقای بانی اونا بعد اونا اونا چی چه برسه به اینکه تو بخوای رو ریتم بخونی رو اکتم داشته باشی اکتم داشته باشی نفس گیری میزون بکنی و... اگه شما هنوز به اون درجه آقای تلیس چی حرفایی میزنی ها اصلا یک کاش این ویدیو رو نمی گرفتیم داداش یعنی شما اگه هنوز به اون درجه نرسیدی که روی یک استیجی ای را بری و ملت هم جیغ بزنن نمیتونید ریتم تو خودت داری میگه خیلی کار سختیه وای خدا تنفسمو رو چیکار کنم ریتم چیکار کنم تیون چیکار کن اگه هنوز به این درجه نرسیدی واسه چطوری کنسرت میذاری داداش چه این چه حرف هایی داری خودت بدتر شد اکت هم نفس نفسگیریت هم میزون بکنی یعنی شما داری الان یه دلایلی میاری که من برای چی دارم فالش میخونم موضوع اینه که من به این دلیل دارم فالش میخونم چون که مثلا سالن صدا برداریش بده من فالش میخونم من پول نبود چون پول نداشتم من این دلایل و حواست هم به این باشه که چه کلمه ای داره تو ذهنت میاد که جاری کنی روی زبونت که اون کلمه بار منفی خدای نکرده نداشته باشه بله این آقایون بدون اعتنا به این قضیه من کاری ندارم شاید بعضیشون بدون اعتنا کدوم قضیه اینکه مثلا شما سه نفر جمعیت یه و صد نفر بهت ظلم میزنن یه و هنگ میکنی زربان قلبت میره بالا به... بدون اعتنا به این قضايا یا جمعیت جیغ میزنن شما به تپش قلب میفتی من واقعا انتقاد درستی کرده باشن شاید من, من احترام میذارم ببین ما انتقادی که آقای تلیسچی چی بعضا به شما میشه حالا حداقل در ویدیوهای من اینه که شما در قسمتی از کنسرت نه در همه شما خواننده هستی آیتم هایی رو درست میخونی یه پارامترهای درست داری اکت خوبی داری لبخنده همیشگی داری یه مزایای کار داره اینجوری نیست که از اول تا آخر ما داریم و بچه با هم که بارها صحبت کردیم ولی شما تو دسته هستی که صحیح غلط صحیح غلطی اون صحیح غلط صحیح غلط در خوانندگی خودت هم میدونی که چی که غلط محسوب میشه ما چیزی مثل صحیح غلط نداریم همش صحیح میشه خواننده همونطور که یه نجار وقتی بهش میگی نجار صحیح کسی که کل مبل درست نمیتونی یه پایش رو کج بزنه بگی هاجو من 18 تا پایش رو درست دادم حال کردم یه پایه همش باید درست باشه شما همش درست نیستی به اون انتقاده حالا این نیستش حالا من فقط بگم همشون ازدم بعضیاشون هم هستن که خوب خواننده هم میگن حالا بعدش هم میگن ولی مطمئن باشید ما سالن <تصفح> کنسرت توی این مملکت قد انگشتای یک دست هم نداریم نداریم <تصفح> واقعا چه ربطی داره اجرای برنامه توی این سالن ها کار حضرت فیله اصلا شما نمیتونی این کار رو انجام بدی س... صدا برداری ما با تجهیزاتی که دارن تا یه حدی صدا برداری سخته چرا <تصفح> الان من احساس میکنم که شما داری علکی حرف میزنی راستشو شوید بگم چون که چیزایی که میگی ربطی به بحث فالشی خواننده نداره بله صدا برداری سخت صدا برداری سخته چه ربطی به فالشی شما یه دونه ساند خودت تو گوشت داری اون گوشت هم تایش تا که میگی داشته کیبورد و یه گیتار بهم بده من بشنوم ببینم که بندم داره چی میزنه یه گوشت بنده یه گوشت خودتی تموم شد رفت دیگه چیکار صدا بردار سالن داری که مردم اونجا بد میشنون اون مال مردمه یا چیکار ممبرات داری ممکنه که ممکنه ممبرات این کامنتو بدن بگن گیتاریسته الکتریک زنه اون مانیتورینگ که زیر پاشه صدای خوش درست نمیشنوه چون که استیجای ما کوچیکه در ایران نسبتا ممکنه ها چون بند شما اصلا ده نفرم نیست اصلا این اتفاق نمیفته اون واسه یه ارکستر بزرگ 40 نفر است ولی به حال این اگر که بخوام مانیتور رو خیلی چیدمانش رو انگولک کنن زیاد کنن فیدبک بده و ال بده و به درامز میکروفونو نزدیک باشه صداش درست نشتن و اون مالگی شما که دیگه صدا تو گوش خودت دیگه از خود پرسیدی که پس چرا مثلا بهنانبانی داره خوب میخونه آرون افشار چجوری داره تو همون سالون همون پنجتایی که به غیر از اون پنجتا آرون افشار چرا داره خوب میخونه؟ گیتاریست بغل لست من وایلست نیست با سیم وصله وقتی فاجعه ای شد گیتاریستمون وایلسته پس دیگه من هم وایلست نیست سیم 6 متری بهش آویزونه که اصلا همون باعث میشه نتونه تکون بخوره از سر جاشه. تکون نخوره حتی خون. این مانیتور جلوش رو باید صدا بگیری یه خوردی مرمر میشه دیگه صدای خودش رو نمیشنوه نمیشن نمیفهمه داره چی میزنه چجوری انتظار داریم منی که دارم اون نمیفهمه داره چی میگن خورشید پشتش به ماست حالا میدونستی نه خب اولا که خب این جوری ها هم نیست که شما میگی الان اونا هم میتونن مانیتورینگ بذارن کما اینکه هستن دوستان ما دارن مانیتور تو گوششون اینجوری که شما میگی نیست این یک دو وایرلس که داری صحبتش میکنی اصلا اه عدد عدد تومنی نیستش که بخواد اصلا اون گیتاریست میتونه واسه بخره اصلا نخره اصلا چه ربط داره نمیتونه را بره خب را نره مگه حالا بره خب را بره اصلا این چیزایی که شما دارین یه ارتباطی به شما نداره راستش شما صحبت سر که چرا تیون نمیخونی حالا هی میخوای بزنین تو در دیوار با یه گیتاریست هم راه نمیره خب نره چرا شما داری میخونی چه جوری انتظار داریم منی که دارم میخونم و جابجا میشم این حجم مثلا یه استیج داریم گاهن مثلا 170 متر شما مانیتورینگ داری تو و و استیج این ور بریم میگه چرا همش اون ور سر زدی اون ور مثلا سر این ور میگه چرا همش میدونی اصلا هر جوری رو حساب بکنی جا برای انتقاد کردن بسیاره ولی خب امیدوارم این انتقاد انتقادی باشه که درست باشه اثر تجربه باشه آره می می من من با کو... میخواد بگه که احتمالاً منتقدین من آدمای مثلا بی تجربه ایم و فقط همینجوری تو اینترنت یه چیزی میبینن و اینجوری هم که شما فکر میکنی نیست آقای تلیس عزیز در حال اه... حالا من پاسخ شما رو حداقل خودم به شخصه نمیدم که فکر میکنی همه مثلا بی تجربه و اینان اینجوری که شما فکر میکنی نیست الان دیگه منتقدینی دارن در واقع شما رو بعضا نقد میکنن که هم تجربه استیج دارن تجربه کنسرت گذاری دارن خودشون خواننده خودشون موزیسینن خودشون تنظیم کنن نه خودشون بلد این کارن بلد این کارن با تجربه این کارن میدونن درست چیه میدونن غلط چیه شما اگه واقعا فکر میکنی که نیاز به کمک داری ازشون کمک بی... اونا دارن میگن که <applause> اونا دارن میگن نه شما داری اشتباه این کارو برگزار میکنید بگو آقا بیاین به من کمک کنی شاید من نمیدونم بیان به شما کمک کنن مشکل برطرف شه شما بعید میدونن چیزایی که شما داری میگی ارتباطی واقعا به بحث فالشی وکال داره فالشی وکال تنها یه راه داره و اون هم اینی که شما بری وکال کوچ بگیری مثل همه مثل مایکل جکسون مثل ادل مثل سلن مثل همه خوانندگی اینجوری نیست که داشت من خواننده شدم تمام خداحافظ مثل فوتبالیستی که دیگه نمیگه من فوتبالیست شدم تمام خداحافظ اینا تمرینات هر روزو میخواد شما نیاز داری یه معلم یه وکال کوچ بیاد کنارت اصلا بد نیست چرا ما به هر کی میگیم که شما وکال کوچ هاجی من فلان اصلا بد نیست که ببین ضعف بد نیست هر کسی تو همه که از شکم مادر متولد شده که مثلا خواننده و مسی و رونالدو نشدن که بالاخره ضعفای بوده بعد اونجاییه که من ضعف خودم و یا نبینم یا انکار کنم اگه نه من ضعف اشکال نداره یه وکال کوچ میگیرم درست میشه دیگه چون چرا انقدر پیچیده میکنی کارو میندازی گردن سالن و مانیتورینگ گیتاریست و سیم و من پول نداشتم و چرا الکی تو داش من یه وکال کوچ بگیر جایی همه ویدیو میدو میاد قشنگ بود سولفش کار میکنه اشکالی هم نه. اصلا اشکالی چی دارم به شما میگم عدلم داره آقا مایکل جکسون خودت آقای تریس چی بزن تو همین یوتیوب تمرینات روزانه یه. مایکل جکسون رو ببین مثلا بد بد نیست چیز خوب است اگه این کارو بکنی اصلا به جان خودت اگه شما اینقدر پسر گلی اینقدر خوش بر و روی همیشه در لبخندی شما این کارو بکن وکال کوچ هم هست چند تا خوب داری ما تو ایران پول مولم که از شالله زیاد داری یه تلفن بزن حاجی بیا خونه ما بیا اونا رو ویدیو بکن اصلا مردم کلی برای دست میزن یه آفرین که ضعف خودتو فهمیدی حالا ویه. کوچی گرفتی داری درست میکنی اصلا اون ویدیوها برات بیشتر از ویدیوهای همین این پا قدمه چی این ترک جدید چت ویو بخوره همه حال میکنن میگن ای این در راستای پیشرفت اینو همه اینجوری میگن هیچ کی او چی این تریسی اسکول چطور؟ این چرا خواننده ما م... فهمی میگیم رئیس کل خواننده های دنیا این که رفت معلم گرفت این اوشکول کسی اینجوری نمیگه والا هیچ کسی اینجوری نمیگه این راهش نیست شما الان یه ویدیو گرفتی حرفای عجیب غریب میزنی بدتر شد کوهی از مشکلات روی یک من من با کوهی از مشکلات روی یک استیج رو هستم که اصلا شمایی که اومدی یه صفحه مجازی تولید کردی و داری یه دونه عینک زدی یه دونه گوشی گذاشتی خب ببین شما با کوهی مواجه هستی درست ولی ربطی به فالش خوندن نداره آقای تلیس چی حرفایی میزنی اعلام گذاشتی که اصلا صورت تو نب... نبینن درست حسابی پس فردا حالا یه جا گیر دووردن به حسابت نرسن اینا. شما اصلا حالا جالبه که ایشون نسخه می پیچه میگه آقا باید اینجوری باید برن کلاس های آواز شد بابا مشتی حالا ما خودت هم دیدیم تو این به هر حال که خیلی عجیب بود بچه این واکنش بسیار عجیب بود حالا من یه سوالی از خدای تلیس چی دارم سوال من اینه ایشون حالا که شروع کرد به کوبیدن منتقدین که شما هیچ نیست و همه من حالی آقای چی؟ شما این ویدئوهایی که حالا این منتقدین حالا هر همشون یا هر کدومشون به شما نقد کردن که توی این پارت ها داری اشتباه میخونی بیا شما یه بار همینا رو بذار بگونه من درست میخوندم کارو بکن ببین جرت این کارو داری که شما بیا درست خوندم تموم اگه میتونی این کارو بکن اگرم غلطه که دیگه غلط غلط دیگه غلط رو باید رفت درست کرد درست کردنش هم یه وکال کچ میخواد برای شما برخوردت به این صورت این دیگه انتخاب شماست که با منتقدینت که دوستت دارن شما پسر گلی هستی مردم باهات خاطره دارن آهنگ زیبایی هم خونده بودی پارسال برای که آقای جاوید نام حمید رضا روحی روی اون ترک خونده بود ما شما رو به واسطه اون هم بیشتر دوست داریم دلیل نمیشه که شما بزنید در دیوار یا مثلا فالشی تو یه جوری دیگه بیان کنیم به این ترتیب بچا امیدوارم که واقعا خواننده‌های ما به هر حال جنبه انتقادم داشته باشن و به جای اینکه بزنن تو در و دیوار و فلان و بقر و بگن که اینا هیچ بارشون نیست یا اصلا اینا تجربه ندارن اینا الا اونا بلا میادش ما ببینیم وکال کوچ ببینیم و بهتر میشه به نفع خودت هم از شما خوبتر بخونی بالا ما بیشتر لذت نه ویدیو رو میذاریم حال میکنیم هممون هم. مگه ما از کنسرت های آقای شجریان این ترک سنمو بود بچا با هم دیگه گذاشتیم که اصلا ابر کفور شدیم مال شما رو میبینیم ابر کیف میکنیم به حال به این ترتیب بچه خب میریم نکته روز نکته روز آقای تلیس چه حرفای عجیب و غریبی زد ما رو واقعا انتظار نداشتیم اینا رو بشنویم شما میدونی که چرا میدونی چرا خورش رو میریزن تو ظرف مسی ها خورش رو که میدونی تو هر ظرفی ظرف مسی میریزن شما میدونی چون رونالدو خورش دوستند بی ناموس دلغک مکرد خود باشین خود